دوستان عزیز، توجه کنید. به دلیل محدودیت امکانات، ترجمه و روایت این کتاب توسط هوش مصنوعی انجام شده است. لذا پیشاپیش بابت اشتباهات احتمالی در تلفظ کلمات پوزش می‌طلبم. در صورت تمایل به خواندن نسخه نوشتاری کتاب، می توانید به سایت رادیو NLP مراجعه کنید. با تشکر. از مبتدی تا ثروتمند شدن، استراتژی‌های معاملاتی برای موفقیت. حق چاپ، رادیو NLP، نیویورک، ایالات متحده. فصل 1، مقدمه‌ای بر تجارت. آشنایی با مبانی تجارت. اگر فکر می‌کنید که آیا می‌توانید با تجارت ثروتمند شوید، پاسخ مثبت است، ممکن است. با این حال، مهم است که قبل از ورود به دنیای سرمایه‌گذاری، اصول تجارت را درک کنید. در این فصل به مفاهیم اساسی که هر معامله‌گر مشتاقی باید بداند تا شانس موفقیت خود را افزایش دهد، خواهیم پرداخت. معاملات روزانه یک استراتژی محبوب در میان مبتدیانی است که به دنبال کسب سود سریع در بازار سهام هستند. این شامل خرید و فروش اوراق بهادار در همان روز معاملاتی با بهره‌گیری از حرکات کوچک قیمت است. برای به حداقل رساندن زیان و به حداکثر رساندن سود، درک درستی از تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک در معاملات روزانه مهم است. معاملات گزینه‌ها یکی دیگر از استراتژی‌های سودآور است که پتانسیل بازدهی بالایی دارد. اختیار معامله مشتقات مالی هستند که به معامله‌گران این حق را می‌دهند، اما نه تعهدی برای خرید یا فروش دارایی با قیمت مشخص در یک باز زمانی معین. معامله گران می توانند با استفاده از اهرم گزینه ها سود خود را افزایش دهند و در عین حال ضرر خود را محدود کنند. با این حال، داشتن درک کامل از نحوه عملکرد گزینه ها و خطرات موجود قبل از معامله آنها بسیار مهم است. معاملات نوسانی یک استراتژی است که شامل نگه داشتن یک اوراق بهادار برای چند روز تا چند هفته برای سود بردن از حرکات کوتاه مدت تا میان مدت قیمت است. این تکنیک برای معامله گرانی ایدئال است که زمان نظارت مداوم بر بازارها را ندارند، اما همچنان می‌خواهند به سود ثابتی دست یابند. با ترکیب تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی، معامله گران نوسان می توانند نقاط ورود و خروج بالقوه را شناسایی کنند تا سود خود را به حد اکثر برسانند. در پایان تبدیل شدن به یک ثروتمند از طریق معامله امکان پذیر است. اما به فداکاری، صبر و درک کامل از استراتژی های معاملاتی نیاز داره. با تسلط بر اصول اولیه معاملات مانند معاملات روزانه، معاملات اختیاری و معاملات نوسانی، می توانید شانس موفقیت خود را در بازار سهام افزایش دهید. به یاد داشته باشید که همیشه تحقیقات خود را انجام دهید، مدیریت ریسک خوب را تمرین کنید و به طور مداوم خود را آموزش دهید تا مهارت‌های معاملاتی خود را بهبود بخشید و به اهداف مالی خود برسید. تعیین اهداف مالی واقع بینانه. تعیین اهداف مالی واقع بینانه برای هر کسی که به دنبال ثروتمند شدن از طریق تجارت هست، ضروری است. در حالی که ایده دستیابی به چنین ثروتی ممکن است دلهره‌آور به نظر برسد، مطمئناً با استراتژی‌ها و طرز فکر صحیح امکان پذیر است. با تعیین اهداف قابل دستیابی می توانید پیشرفت خود را دنبال کنید و در مسیر موفقیت خود با انگیزه بمانید. یکی از جنبه‌های کلیدی تعیین اهداف مالی واقع بینانه این است که از کوچک شروع کنید و به تدریج اهداف خود را افزایش دهید. برای مبتدیان در دنیای تجارت مهم است که بر یادگیری اصول اولیه و ایجاد یک پایه قوی قبل از رسیدن به موقعیت ثروتمند تمرکز کنند. با شروع با اهداف کوچکتر مانند ایجاد سود ثابت در هر ماه، می توانید به تدریج به اهداف بلند پروازانه تری برسید. استراتژی های معاملاتی روزانه برای مبتدیان می تواند یک راه عالی برای شروع به دست آوردن ثروت شما باشد. با بهره گیری از نوسانات کوتاه مدت در بازار، معامله گران روزانه می توانند از حرکات کوچک قیمت برای ایجاد سود سرمایه گذاری کنند.
با این حال، مهم است که با احتیاط به معاملات روزانه نزدیک شوید و برای درآمد روزانه خود اهداف واقع بینانه تعیین کنید. با تعیین اهداف قابل دستیابی می توانید از ریسک های غیر ضروری جلوگیری کنید و از رشد ثابت حساب معاملاتی خود اطمینان حاصل کنید. معاملات گزینه پتانسیل بازدهی بالا را ارائه می دهد، اما با افزایش ریسک نیز همراه است. هنگام تعیین اهداف مالی برای معاملات گزینه ها، مهم است که نقاط منفی احتمالی را در نظر بگیرید و اهداف واقعی را برای بازدهی خود تعیین کنید. با تمرکز بر مدیریت ریسک و تعیین اهداف قابل دستیابی، می توانید شانس موفقیت خود را در بازار گزینه ها به حداکثر برسانید. تکنیک های معاملاتی نوسانی می توانند سودهای ثابتی را در طول زمان به ارمغان بیاورند و آن را به یک انتخاب محبوب برای معامله گرانی تبدیل می کنند که به دنبال ایجاد ثروت بلندمدت هستند. هنگام تعیین اهداف مالی برای معاملات نوسانی، مهم است که درک روشنی از استراتژی معاملاتی خود داشته باشید و اهداف واقعی برای بازدهی خود تعیین کنید. با پایبندی به برنامه معاملاتی خود و اجتناب از تصمیمات احساسی، می توانید به اهداف خود برسید و از طریق معاملات نوسانی در جهت ثروتمند شدن تلاش کنید. اهمیت مدیریت ریسک. مدیریت ریسک یک جنبه حیاتی از تجارت است که اغلب توسط مبتدیان در این زمینه نادیده گرفته می شود. با این حال، درک و اجرای استراتژی‌های مدیریت ریسک مؤثر می تواند تفاوت بین موفقیت و شکست را در دنیای تجارت ایجاد کند. در این فصل به اهمیت مدیریت ریسک و اینکه چگونه می تواند به شما در سفر ثروتمند شدن از طریق تجارت کمک کند، خواهیم پرداخت. یکی از دلایل اصلی اهمیت مدیریت ریسک در تجارت این است که به محافظت از سرمایه شما کمک می کند. با مدیریت مؤثر ریسک، می توانید اطمینان حاصل کنید که تمام سرمایه گذاری خود را در یک معامله از دست نمی دهید. این برای موفقیت طولانی مدت در معاملات ضروری است، زیرا به شما امکان می دهد حتی زمانی که ضرر می کنید در بازی بمانید. بدون مدیریت ریسک مناسب، یک سری معاملات بد می تواند کل حساب شما را از بین ببرد و چیزی برای معامله برای شما باقی نگذارد. علاوه بر این، مدیریت ریسک مؤثر می تواند به شما کمک کند تا سود خود را در معاملات به حد اکثر برسانید. با کنترل دقیق ریسک خود در هر معامله، می توانید اطمینان حاصل کنید که سرمایه خود را در هر موقعیتی به خطر نمی اندازید. این به شما این امکان را می دهد که در بازی بمانید و به تجارت ادامه دهید، حتی زمانی که ضرر می کنید. با گذشت زمان، این می تواند به سودهای ثابت منجر شود و در نهایت به شما کمک کند تا به هدف خود برای ثروتمند شدن از طریق تجارت دست یابید. یکی دیگر از جنبه های مهم مدیریت ریسک این است که می تواند به شما کمک کند تا منظم بمانید و از تصمیم گیری احساسی در معاملات اجتناب کنید. هنگامی که یک برنامه مدیریت ریسک روشن دارید، کمتر احتمال دارد که بر اساس ترس یا طمع تصمیمات تکانشی بگیرید. این میتواند به شما کمک کند تا به استراتژی معاملاتی خود پایبند باشید و تصمیمات منطقی بگیرید، حتی زمانی که بازار بی‌ثبات یا غیر قابل پیش بینی است. در پایان، مدیریت ریسک یک جزء حیاتی در تجارت موفق است و برای هر کسی که به دنبال ثروتمند شدن از طریق معامله است، ضروری است. با اجرای استراتژی‌های مدیریت ریسک مؤثر، می توانید از سرمایه خود محافظت کنید، سود خود را به حد اکثر برسانید و در رویکرد معاملاتی خود منظم بمانید. چه مبتدی باشید که به دنبال شروع تجارت هستید یا یک معامله گر با تجربه که به دنبال ارتقای مهارت‌های خود به سطح بعدی است، درک و اجرای مدیریت ریسک کلید دستیابی به موفقیت در دنیای تجارت است. فصل 2، شروع به معاملات روزانه. معاملات روزانه چیست؟ معاملات روزانه نوعی استراتژی معاملاتی است که در آن معامله گران ابزارهای مالی مانند سهام را در همان روز معاملاتی خرید و فروش می کنند. هدف معاملات روزانه سود بردن از حرکات کوچک قیمت در طول روز است. این یک رویکرد معاملاتی سریع و پر ریسک است
که به تصمیم گیری سریع و توانایی تجزیه و تحلیل روندهای بازار در زمان واقعی نیاز دارد. معاملات روزانه می تواند برای کسانی که مهارت و دانش لازم برای هدایت موفقیت آمیز بازار را دارند، بسیار سودآور باشد. برای کسانی که نمی دانند آیا می توانند از طریق معاملات روزانه ثروتمند شوند، پاسخ مثبت است، ممکن است. با این حال، توجه به این نکته مهم است که معاملات روزانه یک طرح پولدار شدن سریع نیست و نیاز به فداکاری، انضباط و درک کامل از بازار دارد. ایجاد یک برنامه معاملاتی، تعیین اهداف واقع بینانه و آموزش مداوم خود در مورد استراتژی‌ها و تکنیک‌های معاملاتی ضروری است. با داشتن طرز فکر و استراتژی‌های مناسب، معاملات روزانه می‌تواند راهی سودآور برای ایجاد ثروت در طول زمان باشد. مبتدیانی که به دنبال شروع معاملات روزانه هستند، ابتدا باید بر یادگیری اصول تجارت مانند درک روند بازار، تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک تمرکز کنند. مهم است که از کوچک شروع کنید و به تدریج اندازه معاملات را با بهبود مهارت‌ها افزایش دهید. معاملات روزانه به زمان و تلاش قابل توجهی برای موفقیت نیاز دارد، بنابراین مهم است در فرایند یادگیری صبور و پایدار باشید. با تمرین با یک حساب آزمایشی و جستجوی راهنمایی از معامله‌گران با تجربه، مبتدیان می توانند اعتماد به نفس و دانش لازم برای موفقیت در معاملات روزانه را به دست آورند. معامله اختیاری یکی دیگر از استراتژی‌های معاملاتی محبوب است که می تواند بازدهی بالایی را برای معامله‌گران ارائه دهد. اختیار معامله قراردادهایی هستند که به معامله‌گران این حق را می‌دهند که دارایی را با قیمتی مشخص در یک بازه زمانی مشخص بخرند یا بفروشند. معاملات گزینه‌ها می‌تواند پیچیده و مخاطره آمیز باشد، اما با استراتژی‌های مناسب و تکنیک‌های مدیریت ریسک، معامله‌گران می‌توانند بازده بالایی داشته باشند. برای معامله‌گران مهم است که انواع مختلف گزینه‌ها و نحوه کار آنها را قبل از شروع معاملات آپشن درک کنند. معاملات نوسانی یک استراتژی معاملاتی است که بر کسب سودهای کوتاه مدت تا میان مدت در یک سهام یا ابزار مالی تمرکز دارد. برخلاف معاملات روزانه، معاملات نوسانی شامل نگه داشتن موقعیت‌ها برای چند روز یا هفته برای استفاده از حرکات بزرگتر قیمت است. معاملات نوسانی نیاز به درک کاملی از تحلیل تکنیکال و روندهای بازار و همچنین توانایی شناسایی نقاط ورود و خروج دارد. با استفاده از شاخصهای فنی و الگوهای نمودار، معامله‌گران نوسان می‌توانند تصمیمات آگاهانه بگیرند و در طول زمان به سودهای ثابتی دست یابند. با استراتژی‌ها و نظم و انضباط مناسب، معاملات نوسانی می‌تواند یک رویکرد معاملاتی سودآور برای کسانی باشد که به دنبال ایجاد ثروت از طریق تجارت هستند. انتخاب بستر کارگزاری مناسب. انتخاب پلتفرم کارگزاری مناسب یک تصمیم حیاتی است که می‌تواند بر موفقیت شما به عنوان یک معامله‌گر تأثیر زیادی بگذارد. با گزینه‌های بسیار زیادی که در بازار امروز وجود دارد، تصمیم‌گیری در مورد اینکه کدام پلتفرم برای سبک و اهداف معاملاتی شما مناسب است، می‌تواند بسیار دشوار باشد. با این حال، با در نظر گرفتن چند عامل کلیدی، می‌توانید انتخاب‌های خود را محدود کنید و پلتفرمی را بیابید که به شما در سفر ثروتمند شدن از طریق تجارت کمک می‌کند. یکی از مهمترین عواملی که در انتخاب پلتفرم کارگزاری باید در نظر گرفته شود، دامنه دارایی‌های موجود برای معامله است. چه به معاملات روزانه، چه به معاملات آپشن یا معاملات نوسانی علاقه‌مند باشید، باید مطمئن شوید که پلتفرم دارایی‌های متنوعی را برای معامله ارائه می‌دهد. این به شما این امکان را می‌دهد که سبد خود را متنوع کنید و از فرصت‌های مختلف بازار استفاده کنید. ملاحظات مهم دیگر، کارمزدها و کمیسیون‌هایی است که توسط پلتفرم کارگزاری دریافت می‌شود. در حالی که یافتن پلتفرمی که قیمت رقابتی را ارائه می‌ده، بسیار مهم است. اما در نظر گرفتن کیفیت خدمات ارائه شده نیز ضروری است. به دنبال پلتفرمی باشید که تعادلی بین هزینه‌های کم و ویژگی‌هایی با کیفیت بالا
مانند داده‌های بازار بلادرنگ، ابزارهای نموداری پیشرفته و منابع آموزشی ارائه می‌دهد. علاوه بر کارمزد و در دسترس بودن دارایی، مهم است که رابط کاربری پلتفرم و سهولت استفاده را نیز در نظر بگیرید. به عنوان یک معامله گر مبتدی، پلتفرمی می‌خواهید که بصری و کاربرپسند باشد که انجام معاملات و نظارت بر سبد سهام خود را آسان می‌کند. به دنبال پلتفرمی باشید که طرح‌بندی‌های قابل تنظیم و یک برنامه تلفن همراه را برای تجارت در حال حرکت ارائه می‌دهد. در نهایت، پشتیبانی مشتری و منابع آموزشی ارائه شده توسط پلتفرم کارگزاری را در نظر بگیرید. پلتفرمی که پشتیبانی عالی از مشتری را ارائه می‌دهد، می‌تواند به شما کمک کند تا مشکلاتی را که ممکن است در حین تجارت پیش بیاد، بررسی کنید. علاوه بر این، منابع آموزشی مانند وبینارها، آموزش‌ها و تجزیه و تحلیل بازار می‌توانند به شما کمک کنند مهارت‌های معاملاتی خود را بهبود ببخشید و از روندهای بازار مطلع شوید. با در نظر گرفتن دقیق این عوامل هنگام انتخاب یک پلتفرم کارگزاری، می‌توانید خود را برای موفقیت در سفر تجاری خود آماده کنید. به یاد داشته باشید که پلتفرم مناسب نه تنها به شما کمک می‌کند تا به اهداف مالی خود دست یابید، بلکه ابزارها و منابعی را که برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق و به طور بالقوه رسیدن به موقعیت ثروتمند نیاز دارید، در اختیار شما قرار می‌دهد. توسعه یک برنامه معاملاتی روزانه. توسعه یک برنامه معاملاتی روزانه گامی مهم در دستیابی به موفقیت به عنوان یک معامله‌گر است، به ویژه برای کسانی که قصد دارند از طریق تجارت ثروتمند شوند. یک برنامه خوب اندیشیده شده میتونه به شما کمک کنه منظم بمانید، ریسک را به طور مؤثر مدیریت کنید و سود خود را در دنیای پرشتاب معاملات روزانه به حد اکثر برسانید. در این فصل فرعی، اجزای کلیدی یک برنامه معاملاتی موفق روزانه و اینکه چگونه میتونید اون را با اهداف خاص و سبک معاملاتی خود تنظیم کنید، بحث خواهیم کرد. اولین قدم در توسعه یک برنامه معاملاتی روزانه، تعیین اهداف روشن و واقع بینانه برای خود است. از خود بپرسید، می‌خواهم هر روز چقدر درآمد داشته باشم؟ تحمل ریسک من چقدر است؟ از چه استراتژی‌هایی استفاده می‌کنم؟ با پاسخ دادن به این سوالات، می‌توانید طرحی را ترسیم کنید که با اهداف مالی و ترجیحات شخصی شما همسو باشد. به یاد داشته باشید، تبدیل شدن به یک ثروتمند از طریق معامله امکان پذیر است. اما این امر مستلزم فداکاری، نظم و انضباط و یک برنامه کاملا تعریف شده است. در مرحله بعد، شما باید مجموعی از قوانین و دستورالعمل‌هایی را ایجاد کنید که بر فعالیت‌های تجاری شما حاکم است. این ممکن است شامل زمان ورود و خروج از معاملات، میزان سرمایه برای تخصیص به هر معامله و نحوه مدیریت ریسک باشد. با ایجاد یک چارچوب ساختاریافته برای معاملات خود، می توانید از تصمیمات تکانشی و معاملات هیجانی که اغلب منجر به ضرر می شوند، اجتناب کنید. به برنامه خود پایبند باشید، حتی زمانی که بازار بی‌ثبات یا غیر قابل پیش بینی است، و اعتماد داشته باشید که استراتژی شما در طول زمان نتایج مثبتی به همراه خواهد داشت. یکی دیگر از جنبه‌های کلیدی یک برنامه معاملات روزانه موفق یادگیری و بهبود مستمر است. از روندهای بازار، شاخصهای اقتصادی و استراتژی‌های معاملاتی جدید مطلع باشید. برای گسترش دانش و مهارت‌های خود در کارگاه‌ها، وبینارها و سمینارها شرکت کنید. با جلوتر ماندن از منحنی و انطباق با شرایط متغیر بازار، می توانید شانس خود را برای دستیابی به سود ثابت و در نهایت رسیدن به هدف خود برای ثروتمند شدن از طریق تجارت افزایش دهید. در نتیجه، توسعه یک برنامه معاملاتی روزانه برای هر کسی که به دنبال موفقیت مالی از طریق معامله است، ضروری است. با تعیین اهداف روشن، ایجاد قوانین و دستورالعمل‌ها و تعهد به یادگیری مستمر، می توانید شانس خود را برای سود بردن از دنیای پویای معاملات روز افزایش دهید. به یاد داشته باشید، ثروتمند شدن از طریق تجارت یک هدف واقع بینانه است. اما به صبر، پشتکار و یک برنامه خوب اجرا شده نیاز دارد.
با فداکاری و طرز فکر صحیح می توانید رویاهای معاملاتی خود را به واقعیت تبدیل کنید. فصل 3: تسلط بر استراتژی‌های معاملاتی روز. تکنیک‌های اسکالپینگ برای سود سریع. اگر فکر می‌کنید که آیا می‌توانید با تجارت ثروتمند شوید، پاسخ مثبت است، ممکن است. با این حال، نیاز به درک عمیق از بازار و استراتژی‌های معاملاتی مؤثر دارد. یکی از این استراتژی‌ها اسکالپینگ است که شامل انجام معاملات سریع برای سود بردن از حرکات کوچک قیمت است. تکنیک‌های اسکالپینگ برای کسب سود سریع شامل ورود و خروج از معاملات در بازه زمانی کوتاه، معمولاً چند دقیقه یا حتی چند ثانیه است. این استراتژی مستلزم تمرکز و نظم بالا و همچنین توانایی تصمیم‌گیری سریع بر اساس حرکات بازار است. اسکالپینگ اگر به درستی انجام شود، می‌تواند بسیار سودآور باشد، اما به دلیل سرعت بالای معاملات، ریسک بالاتری را نیز به همراه دارد. برای استراتژی‌های معاملاتی روزانه برای مبتدیان، اسکالپینگ می‌تواند نقطه شروع خوبی باشد. این به معامله گران جدید اجازه می‌دهد تا در بازار تجربه کسب کنند و مهارت‌های معاملاتی خود را بدون نیاز به حفظ موقعیت‌های طولانی مدت توسعه دهند. با تمرکز بر سودهای سریع، مبتدیان می‌توانند یاد بگیرند فرصت‌های سودآور را شناسایی کرده و معاملات را به طور مؤثر انجام دهند. خرید و فروش گزینه‌ها برای بازدهی بالا نیز می‌تواند از تکنیک‌های اسکالپینگ بهره‌مند شود. اختیار معامله مشتقه‌هایی هستند که به معامله‌گران این حق را می‌دهند، اما نه تعهدی برای خرید یا فروش یک دارایی پایه با قیمتی خاص در یک بازه زمانی معین. معامله گران می توانند با افزایش قراردادهای اختیار معامله از تغییرات کوتاه مدت قیمت بهره ببرند و از نوسانات در بازار سود ببرند. تکنیک های معاملاتی نوسانی برای کسب سود ثابت نیز می توانند استراتژی های اسکالپینگ را در بر گیرند. معاملات نوسانی شامل نگه داشتن موقعیت ها برای چند روز تا چند هفته، گرفتن حرکات قیمت بزرگتر از اسکالپینگ است. با ترکیب هر دو استراتژی، معامله گران می توانند پتانسیل سود خود را به حد اکثر برسانند و با شرایط متغیر بازار سازگار شوند. تکنیک های اسکالپینگ می تواند ابزاری ارزشمند در زرادخانه معامله گران باشد و فرصت هایی را برای سودهای سریع و بهبود عملکرد کلی معاملات فراهم کند. معاملات مومنتوم برای بازاری با نوسان بالا. معاملات مومنتوم یک استراتژی محبوب برای معاملات در بازارهای با نوسان بالاست. این رویکرد بر خرید دارایی‌هایی که روند صعودی دارند و فروش دارایی‌هایی که روند نزولی دارند به منظور سرمایه‌گذاری بر روی حرکات کوتاه مدت قیمت متمرکز است. برای معامله گرانی که به دنبال ثروتمند شدن از طریق معاملات هستند، معاملات مومنتوم میتواند ابزار قدرتمندی برای ایجاد بازده بالا باشد. در بازارهای با نوسانات بالا، قیمتها میتوانند به سرعت در نوسان باشند و فرصتهایی برای سودهای سریع ایجاد کنند. معاملات مومنتوم از این نوسانات با شناسایی داراییهایی که شتاب بیشتری میگیرند و تا زمانی که ممکن است در این روند حرکت میکند، استفاده میکند. با ورود و خروج از معاملات در زمان مناسب، معامله گران به طور بالقوه می توانند سود قابل توجهی را در مدت زمان کوتاهی به دست آورند. برای مبتدیانی که به دنبال شروع معاملات روزانه هستند، معاملات مومنتوم می تواند یک استراتژی ساده و مؤثر باشد. با تمرکز بر دارایی هایی که روندهای صعودی یا نزولی قوی را تجربه می کنند، معامله گران روزانه می توانند به سرعت وارد معاملات شده و از اون خارج شوند تا سود کسب کنند. با این حال، برای مبتدیان مهم است که محتاط باشند و قبل از بوته ور شدن در معاملات روزانه به طور کامل تحقیق و تمرین کنند تا از ضررهای احتمالی جلوگیری کنند. معاملات گزینه‌ها راه دیگری برای معامله گرانی است که به دنبال بازدهی بالا هستند. با گزینه‌ها، معامله گران این فرصت را دارند که از سرمایه گذاری های خود استفاده کنند و به طور بالقوه سود قابل توجهی کسب کنند.
معامله گران می توانند با استفاده از گزینه‌هایی برای تجارت بر اساس حرکت دارایی‌های اساسی سود خود را افزایش دهند و بازده قابل توجهی را در بازارهای با نوسان بالا ایجاد کنند. برای کسانی که به دنبال یک رویکرد منسجم‌تر برای تجارت هستند، تکنیک‌های معاملاتی نوسانی می‌تواند یک رویکرد متعادل برای کسب سود ارائه دهد. معامله‌گران نوسانی بر روی گرفتن روندهای کوتاه‌مدت تا میان‌مدت در بازار تمرکز می‌کنند و به آنها اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به نظارت دائمی از شتاب دارایی‌ها استفاده کنند. معامله گران نوسان با استفاده از تحلیل تکنیکال و تحقیقات بازار می توانند فرصتهای سودآور را شناسایی کرده و معاملات را با دقت انجام دهند. در نتیجه معاملات مومنتوم می تواند یک استراتژی قدرتمند برای معامله گرانی باشد که به دنبال ثروتمند شدن از طریق معامله در بازارهایی با نوسان بالا هستند. چه مبتدی باشید که به دنبال شروع معاملات روزانه هستید یا یک معامله گر با تجربه که به دنبال بازدهی بالا از طریق معاملات آپشن است، معاملات مومنتوم روی کردی همه کار برای کسب سود ارائه می دهد. با استفاده از اهرم حرکت دارایی ها و استفاده از تکنیک های معاملاتی اثبات شده، معامله گران می توانند به طور بالقوه به اهداف مالی خود دست یابند و از طریق شیوه های تجاری استراتژیک و منضبط به وضعیت ثروتمند دست یابند. استراتژی های معاملاتی عقب‌گرد. اگر به دنبال ثروتمند شدن از طریق معاملات هستید، استراتژی های معاملاتی عقب‌گرد می تواند ابزار مؤثری در زرادخانه شما باشد. معاملات پولبک شامل ورود به معامله پس از یک معکوس موقت در جهت روند اساسی است. این به معامله گران اجازه می دهد تا از حرکت روند کلی سرمایه گذاری کنند و در عین حال ریسک را به حداقل برسانند. یکی از اصول کلیدی معاملات عقب نشینی این است که قبل از ورود به معامله منتظر باشید تا قیمت به سطح حمایت یا مقاومت اصلی برسد. این می تواند به معامله گران کمک کند تا نقاط ورود با احتمال بالا را شناسایی کنند و خطر گرفتار شدن در یک شکست نادرست را به حداقل برسانند. معامله گران با انتظار برای عقب نشینی می توانند با قیمت‌های مطلوب تری وارد معاملات شوند و شانس موفقیت خود را افزایش دهند. یکی دیگر از جنبه‌های مهم استراتژی‌های معاملات پولک استفاده از اندیکاتورهای فنی برای تایید نقاط ورود و خروج است. اندیکاتورهای محبوب مانند میانگین متحرک، رس و مک می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا فرصت‌های بالقوه عقب نشینی را شناسایی کرده و قدرت روند اساسی را تایید کنند. با استفاده از این اندیکاتورها در ارتباط با سطوح حمایت و مقاومت کلیدی، معامله گران می توانند تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری بگیرند و شانس موفقیت خود را افزایش دهند. هنگام اجرای استراتژی های معاملات عقب نشینی، مهم است که یک برنامه مدیریت ریسک مشخص داشته باشید. این شامل تنظیم دستورات توقف زر برای محدود کردن زرهای احتمالی و گرفتن سود در سطوح از پیش تعریف شده برای قفل کردن سود است. با پایبندی به یک برنامه مدیریت ریسک منظم، معامله گران می توانند از تصمیم گیری احساسی اجتناب کنند و عملکرد کلی معاملات خود را بهبود بخشند. در نتیجه استراتژی های معاملات عقب نشینی می تواند ابزار ارزشمندی برای معامله گرانی باشد که به دنبال ثروتمند شدن از طریق معاملات هستند. معامله گران با انتظار برای عقب نشینی قیمت به سطوح اصلی حمایت یا مقاومت، استفاده از شاخصهای فنی برای تایید نقاط ورود و خروج و اجرای برنامه مدیریت ریسک منضبط می توانند شانس موفقیت خود را افزایش دهند و به سود ثابتی در بازار دست یابند. با فداکاری، صبر و درک کامل از استراتژی‌های معاملات عقب نشینی، تبدیل شدن به یک ثروتمند از طریق معامله برای کسانی که مایل به تلاش هستند در دسترس است. فصل 4: کاوش در معاملات گزینه‌ها. مقدمه بر معاملات گزینه‌ها. در این فصل فرعی ما به دنیای تجارت گزینه‌ها می‌پردازیم و بررسی می‌کنیم که چگونه می‌تونه به شما در دستیابی به هدف خود برای ثروتمند شدن از طریق معاملات کمک کنه.
معاملات گزینه ها ابزاری همه کاره و قدرتمند است که به معامله گران اجازه می دهد از سرمایه خود استفاده کنند و به طور بالقوه بازده بالایی کسب کنند. با درک اصول اولیه معاملات گزینه ها می توانید استراتژی هایی را ایجاد کنید که متناسب با تحمل ریسک و اهداف مالی شما باشد. معاملات اختیار معامله نوعی از معاملات مشتق است که شامل خرید و فروش قراردادهایی است که به شما حق خرید یا فروش یک دارایی پایه را با قیمت از پیش تعیین شده در یک بازه زمانی مشخص می‌دهد، اما نه تعهد. این انعطاف پذیری به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از حرکات بازار به روش‌های مختلف سود ببرند، مانند سفت بازی، پوشش ریسک یا ایجاد درآمد. با تسلط بر اصول معاملات گزینه‌ها می توانید پتانسیل بازدهی بالا را باز کنید و سفر خود را به سمت ثروتمند شدن تسریع کنید. برای مبتدیانی که به دنبال فرو بردن انگشتان پای خود در معاملات گزینه‌ها هستند، ضروری است که با پایه محکم از دانش و تمرین شروع کنند. درک انواع مختلف گزینه‌ها، مانند تماس‌ها و خریدها و عواملی که بر قیمت آنها تأثیر می‌گذارند، برای تصمیم گیری آگاهانه در معاملات بسیار مهم است. علاوه بر این، یادگیری نحوه تجزیه و تحلیل روندهای بازار، مدیریت ریسک و اجرای استراتژی‌های مؤثر به شما کمک می‌کند تا پیچیدگی‌های معاملات گزینه‌ها را طی کنید و شانس موفقیت خود را افزایش دهید. یکی از استراتژی‌های محبوب معاملات گزینه‌ها برای دستیابی به بازده بالا به عنوان معاملات نوسانی شناخته می شود. این استراتژی شامل حفظ موقعیت‌ها برای یک دوره کوتاه تا میان مدت، معمولاً از چند روز تا چند هفته، به منظور سرمایه گذاری از نوسانات قیمت در بازار است. با شناسایی نقاط ورود و خروج احتمالی بر اساس تحلیل تکنیکال و روند بازار، معامله گران نوسان می توانند سود را به حد اکثر برسانند و زیان را به حد اقل برسانند. با ترکیب مناسبی از مهارت، انضباط و صبر، معاملات نوسانی می تواند یک رویکرد سودآور و پایدار برای معاملات گزینه ها باشد. در نتیجه، معامله اختیار فرصت های زیادی را برای معامله گران جاه طلبی که به دنبال دستیابی به موقعیت ثروتمند از طریق معامله هستند، ارائه می دهد. با تسلط بر مبانی معاملات گزینه ها، توسعه استراتژی های مؤثر و منظم ماندن در رویکرد خود می توانید پتانسیل بازدهی بالا و سود ثابت را باز کنید. چه مبتدی باشید که به دنبال یادگیری تناب ها هستید و چه یک معامله گر با تجربه که به دنبال چالش های جدید است، معاملات گزینه می تواند ابزار ارزشمندی برای دستیابی به اهداف مالی شما و تحقق رویاهای خود برای ثروتمند شدن از طریق معامله باشد. استراتژی هایی برای ایجاد بازده بالا. اگر از خود می پرسید که آیا می توان از طریق تجارت ثروتمند شد، پاسخ مثبت است. اما این امر مستلزم یک استراتژی محکم و فداکاری است. در این فصل فرعی، چند استراتژی برای ایجاد بازده بالا در معاملات را مورد بحث قرار می دهیم که می تونه به شما در سفر به سمت ثروتمند شدن کمک کنه. یکی از محبوب ترین راه ها برای ایجاد بازده بالا در معاملات روزانه است. معاملات روزانه شامل خرید و فروش اوراق بهادار در همان روز معاملاتی با استفاده از حرکات کوتاه مدت بازار است. برای موفقیت در معاملات روزانه، داشتن درک خوب از بازار و همچنین مهارت های تحلیلی قوی برای تصمیم گیری سریع ضروری است. استراتژی دیگر برای ایجاد بازده بالا در معاملات از طریق معاملات اختیاری است. معاملات اختیار معامله به معامله گران این امکان را می دهد تا در جهت قیمت اوراق بهادار حدس بزنند بدون اینکه در واقع دارایی اصلی را در اختیار داشته باشند. این می تواند منجر به بازده بالا بالقوه شود، اما خطرات بیشتری نیز به همراه دارد. داشتن درک خوب از معاملات گزینه ها و داشتن یک برنامه مدیریت ریسک قوی بسیار مهم است. برای کسانی که به دنبال سود ثابت هستند، معاملات نوسانی می تواند یک استراتژی عالی برای در نظر گرفتن باشد. معاملات نوسانی شامل حفظ موقعیت برای چند روز تا چند هفته،
با استفاده از روندهای میان مدت بازار است. معامله گران نوسانی با شناسایی تنظیمات معاملاتی با احتمال بالا و مدیریت مؤثر ریسک می توانند در طول زمان سودهای ثابتی ایجاد کنند. صرف نظر از استراتژی معاملاتی که انتخاب می کنید، داشتن یک برنامه محکم و پایبندی به آن ضروری است. این شامل تعیین اهداف روشن، داشتن استراتژی مدیریت ریسک و آموزش مداوم خود در مورد تکنیک‌های معاملاتی و روندهای بازار است. با پیروی از این استراتژی‌ها برای کسب بازدهی بالا در معاملات، می توانید شانس ثروتمند شدن خود را از طریق معاملات افزایش دهید. تکنیک‌های پوشش دهی با گزینه‌ها. برای کسانی که نمی‌دانند آیا می‌توانند از طریق معامله تبدیل به یک ثروتمند شوند، یکی از استراتژی‌های مهمی که باید در نظر گرفته شود، پوشش با گزینه‌هاست. اختیار معامله نوعی مشتق مالی است که به معامله‌گران این حق را می‌دهد، اما نه تعهدی برای خرید یا فروش دارایی با قیمتی خاص در مدت زمان معین. معامله‌گران با استفاده از گزینه‌ها برای محافظت از موقعیت‌های خود می توانند از خود در برابر ضررهای احتمالی محافظت کنند و در عین حال فرصت کسب سود از حرکات بازار را داشته باشند. استراتژی های معاملاتی روزانه برای مبتدیان اغلب شامل سطح بالایی از ریسک است، زیرا معامله گران قصد دارند بر روی حرکات کوتاه مدت قیمت در بازار سرمایه گذاری کنند. با این حال، با گنجاندن گزینه ها در استراتژی معاملاتی خود، مبتدیان می توانند ریسک خود را کاهش دهند و به طور بالقوه شانس موفقیت خود را افزایش دهند. به عنوان مثال، یک معامله گر روزانه ممکن است برای محافظت از خود در برابر افت ناگهانی قیمت سهامی که در اختیار دارد، یک اختیار خرید بخرد. معامله اختیاری برای بازدهی بالا یک استراتژی محبوب در میان معامله گران با تجربه است که به دنبال به حد اکثر رساندن سود خود هستند. معامله‌گران با استفاده از گزینه‌ها برای محافظت از موقعیت‌های خود می‌توانند ریسک نزولی خود را محدود کنند و در عین حال از افزایش بالقوه سود ببرند. به عنوان مثال، یک معامله‌گر ممکن است گزینه فروش سهامی را که معتقد است قیمت آن افزایش می‌یابد بفروشد و به آنها اجازه می‌دهد از حق بیمه دریافتی سود ببرند و در عین حال ضرر احتمالی خود را در صورت کاهش ارزش سهام محدود کنند. تکنیک‌های معاملاتی نوسانی برای سود ثابت نیز می‌توانند از استفاده از گزینه‌ها به عنوان یک استراتژی پوش شده‌ای سود ببرند. معامله گران نوسان با خرید گزینه‌های فروش سهامی که در اختیار دارند، می‌توانند از خود در برابر رکود ناگهانی در بازار محافظت کنند و در عین حال همچنان موقعیت خود را برای کسب سود بالقوه حفظ کنند. این به معامله‌گران نوسانی اجازه می‌دهد تا از حرکات کوتاه مدت قیمت بدون اینکه بیش از حد در معرض نوسانات بازار قرار بگیرند استفاده کنند. در پایان، پوشش ریسک با گزینه‌ها یک استراتژی ارزشمند برای معامله‌گرانی است که به دنبال ثروتمند شدن از طریق معامله هستند. معامله گران با گنجاندن گزینه‌ها در استراتژی معاملاتی خود می‌توانند از خود در برابر ضررهای احتمالی محافظت کنند و در عین حال فرصت کسب سود از حرکات بازار را داشته باشند. چه مبتدی باشید که به دنبال به حداقل رساندن ریسک هستید، چه یک معامله گر با تجربه که به دنبال بازدهی بالاست، یا یک معامله گر نوسانی که به دنبال سود ثابت است، گزینه‌ها می‌توانند ابزار قدرتمندی در زرادخانه معاملاتی شما باشند. فصل 5: استراتژی‌های معاملاتی نوسانی. درک معاملات نوسانی. معاملات نوسانی یک استراتژی تجاری محبوب برای کسانی است که به دنبال کسب سود ثابت در بازار سهام هستند. برخلاف معاملات روزانه که شامل خرید و فروش سهام در همان روز معاملاتی می شود، معاملات نوسانی به معامله‌گران اجازه می دهد تا چندین روز یا حتی هفته ها موقعیت خود را حفظ کنند. این به معامله‌گران انعطاف پذیری می دهد تا بر روی حرکات کوتاه مدت تا میان مدت قیمت در بازار سرمایه گذاری کنند. یکی از مزایای کلیدی معاملات نوسانی این است که نسبت به معاملات روزانه به تعهد زمانی کمتری نیاز دارد.
در حالی که معامله گران روزانه نیاز به نظارت دقیق بر بازار در طول روز معاملاتی دارند، معامله گران نوسانی می توانند رویکرد آرام تری داشته باشند و به طور دوره‌ای موقعیت های خود را بررسی کنند تا تنظیمات لازم را انجام دهند. این امر باعث می شود معاملات نوسانی برای کسانی که شغل تمام وقت یا سایر تعهدات دارند، گزینه عالی باشد. برای موفقیت در معاملات نوسانی، داشتن درک کامل از تحلیل تکنیکال مهم است. این شامل تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمت و شناسایی الگوها و روندهایی است که می تواند به پیشبینی حرکت قیمت در آینده کمک کند. با تسلط بر تحلیل تکنیکال، معامله گران سوینگ می توانند تصمیمات آگاهانه‌ای در مورد زمان ورود و خروج از معاملات بگیرند و شانس موفقیت خود را به حد اکثر برسانند. یکی دیگر از جنبه‌های کلیدی معاملات نوسانی، مدیریت ریسک است. در حالی که معاملات نوسانی می‌تواند یک استراتژی سودآور باشد، اما با ریسک‌های ذاتی نیز همراه است. معامله گران با اجرای تکنیک‌های مدیریت ریسک مناسب، مانند تعیین دستورات توقف ضرر و اندازه موقعیت، می‌توانند از سرمایه خود محافظت کرده و زیان را به حداقل برسانند. این برای موفقیت بلندمدت در معاملات نوسانی ضروری است. به طور کلی، معاملات نوسانی میتواند یک استراتژی سودآور برای کسانی باشد که به دنبال کسب سود ثابت در بازار سهام هستند. معامله گران با درک اصول معاملات نوسانی، تسلط بر تحلیل تکنیکال و اجرای تکنیک‌های مناسب مدیریت ریسک میتوانند شانس موفقیت خود را افزایش دهند و در جهت رسیدن به هدف خود، یعنی ثروتمند شدن از طریق معامله تلاش کنند. شناسایی نقاط ورودی و خروجی. شناسایی نقاط ورودی و خروجی در تجارت موفق بسیار مهم است. چه مبتدی باشید که به دنبال ثروتمند شدن از طریق معاملات هستید یا علاقه‌مند به استراتژی‌های معاملاتی روزانه، معاملات آپشن با بازده بالا یا تکنیک‌های نوسانی معاملاتی برای کسب سود ثابت هستید، دانستن زمان ورود و خروج از یک معامله می‌تواند تفاوت را در شما ایجاد کند. موفقیت. یکی از جنبه‌های کلیدی شناسایی نقاط ورودی، درک تحلیل تکنیکال است. این شامل مطالعه نمودارها و شاخصهای قیمت برای تعیین اینکه چه زمانی یک سهام یا دارایی احتمالاً در جهت خاصی حرکت می‌کند، می‌باشد. با توجه به روندها، سطوح حمایت و مقاومت و سایر شاخصهای کلیدی، می توانید زمان ورود به معامله را برای حداکثر سود بالقوه بهتر پیش بینی کنید. علاوه بر تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی نیز می تواند به شما در شناسایی نقاط ورودی کمک کند. این شامل بررسی عوامل زمینه است که بر قیمت سهام یا دارایی تأثیر می گذارند، مانند گزارش‌های سود، شاخص‌های اقتصادی و روند صنعت. با اطلاع از این عوامل می توانید تصمیمات آگاهانه تری در مورد زمان ورود به معامله بگیرید. وقتی نوبت به نقاط خروج می رسد، مهم است که قبل از ورود به معامله یک برنامه مشخص داشته باشید. تعیین اهداف سود و دستورات توقف ضرر می تواند به شما در مدیریت ریسک و به حد اکثر رساندن سود بالقوه کمک کند. با پایبندی به برنامه معاملاتی خود و اجازه ندادن احساسات به تصمیمات شما، می توانید شانس موفقیت خود را در بازار افزایش دهید. به یاد داشته باشید، تبدیل شدن به یک ثروتمند از طریق معامله آسان نیست و نیاز به فداکاری، تمرین و تمایل به درس گرفتن از اشتباهات خود داره. با تقویت مهارت‌های خود در شناسایی نقاط ورود و خروج، می توانید شانس خود را برای دستیابی به اهداف مالی خود و تبدیل شدن به یک معامله گر موفق افزایش دهید. منضبط بمانید، آگاه باشید و هرگز از یادگیری دست نکشید. توسعه یک برنامه تجاری منسجم. توسعه یک برنامه معاملاتی ثابت برای هر کسی که به دنبال موفقیت در دنیای تجارت است، ضروری است. چه مبتدی یا یک معامله گر با تجربه باشید، داشتن یک برنامه روشن و سنجیده می تواند تفاوت زیادی در توانایی شما برای ایجاد سود ثابت ایجاد کند.
در این فصل فرعی ما در مورد اجزای کلیدی یک برنامه معاملاتی قوی و اینکه چگونه می توانید طرحی را توسعه دهید که به شما در سفر به ثروتمند شدن از طریق تجارت کمک می کند بحث خواهیم کرد. اولین قدم در توسعه یک برنامه معاملاتی منسجم تعیین اهداف روشن و دست یافتنی است. این اهداف باید مشخص، قابل اندازه‌گیری و محدود به زمان باشند. چه هدف شما ایجاد درصد معینی از بازدهی در هر ماه باشه و چه رسیدن به یک مقدار دلاری خاص در حساب معاملاتی خود، داشتن یک هدف مشخص به شما چیزی برای تلاش میکند و انگیزه شما را حفظ میکند. یکی دیگر از جنبه‌های مهم یک برنامه معاملاتی، مدیریت ریسک است. بسیار مهم است که درک کاملی از تحمل ریسک خود داشته باشید و استراتژی‌هایی را اجرا کنید که به شما کمک می‌کند تا ضررهای احتمالی را به حداقل برسانید. این ممکن است شامل تنظیم دستورات توقف ضرر، تنوع بخشیدن به سبد سهام خود و ریسک کردن درصد کمی از حساب خود در هر معامله باشد. با اجرای این استراتژی‌های مدیریت ریسک می توانید از سرمایه خود محافظت کنید و اطمینان حاصل کنید که قادر به ادامه تجارت برای طولانی مدت هستید. زمانی که نوبت به موفقیت در معاملات می رسد، ثبات کلیدی است. ایجاد یک روال و پایبندی به اون می تونه به شما کمک کنه از تصمیم گیری احساسی اجتناب کنید و اطمینان حاصل کنید که معاملات آگاهانه انجام می دهید. این ممکن است شامل تعیین زمانهای خاصی در هر روز برای تجزیه و تحلیل بازارها، انجام معاملات و بررسی عملکرد شما باشد. با ایجاد یک روال ثابت، می توانید نظم و انضباط را توسعه دهید و مهارت‌های معاملاتی خود را در طول زمان بهبود بخشید. در نهایت، مهم است که به طور مداوم برنامه معاملاتی خود را در صورت نیاز ارزیابی و تنظیم کنید. بازارها دائما در حال تغییر هستند و آنچه امروز کار می‌کند ممکن است فردا کارایی نداشته باشد. با بررسی منظم برنامه معاملاتی خود و انجام تنظیمات بر اساس عملکرد و شرایط بازار می‌توانید با شرایط متغیر سازگار شوید و شانس موفقیت خود را افزایش دهید. به یاد داشته باشید تبدیل شدن به یک ثروتمند از طریق معامله آسان نیست. اما با یک برنامه معاملاتی واضح و ثابت مطمئناً امکان پذیر است. فصل 6 ایجاد یک ذهنیت تجاری موفق. غلبه بر تجارت احساسی. تجارت احساسی یک دام رایج است که بسیاری از معامله‌گران در سفر خود به سمت ثروتمند شدن از طریق معامله‌گری به آن می‌افتند. این شامل تصمیم گیری بر اساس احساسات و نه منطق و استراتژی است که می تواند منجر به نتایج ضعیف و ضررهای مالی بشود. برای غلبه بر معاملات هیجانی، ایجاد یک ذهنیت منضبط و پایبندی به یک برنامه معاملاتی سنجیده ضروری است. یکی از راه‌های کلیدی برای غلبه بر معاملات هیجانی، تعیین اهداف و اهداف روشن برای فعالیت‌های معاملاتی است. با داشتن یک برنامه مشخص می توانید از تصمیم گیری های تکانشی مبتنی بر ترس یا طمع جلوگیری کنید. مهم است که انتظارات واقع بینانه را برای عملکرد معاملاتی خود ایجاد کنید و حتی زمانی که با نوسانات بازار مواجه هستید به برنامه خود پایبند باشید. یکی دیگر از جنبه های مهم غلبه بر معاملات هیجانی تمرین تکنیک های مدیریت ریسک است. این شامل تنظیم دستورات توقف ضرر برای محدود کردن ضررهای احتمالی و تنوع بخشیدن به سبد معاملاتی شما برای گسترش ریسک است. با گنجاندن استراتژی‌های مدیریت ریسک در برنامه معاملاتی خود، می توانید از تصمیم‌گیری‌های هیجانی که می تواند موفقیت مالی شما را به خطر بیندازد، اجتناب کنید. علاوه بر این، زمانی که احساس فشار یا استرس می کنید، استراحت کنید و از معامله فاصله بگیرید. احساسات می توانند قضاوت را پنهان کنند و منجر به تصمیم گیری غیر منطقی شوند. بنابراین مهم است که به خودتون زمان بدید تا آرام شوید و دیدگاه را دوباره به دست آورید. درگیر شدن در فعالیت‌های خارج از تجارت، مانند ورزش یا گذراندن وقت با عزیزان، می تواند به شما کمک کند ذهن خود را پاک کنید و با ذهنیتی آرام و متمرکز به معامله بپردازید.
به طور کلی، غلبه بر معاملات هیجانی نیاز به نظم، صبر و تعهد به دنبال کردن یک برنامه معاملاتی کاملا تعریف شده داره. با تعیین اهداف روشن، تمرین تکنیک‌های مدیریت ریسک و استراحت در صورت نیاز، می توانید از افتادن در دام معاملات هیجانی جلوگیری کنید و شانس خود را برای دستیابی به موفقیت به عنوان یک معامله‌گر در مسیر ثروتمند شدن خود افزایش دهید. در رویکرد معاملاتی خود منضبط بمانید. اگر می خواهید در دنیای تجارت به موفقیت برسید، نظم و انضباط در رویکرد معاملاتی خود بسیار مهم است. بسیاری از مبتدیان اغلب در هیجان کسب سودهای سریع غرق می شوند و در نهایت ریسک‌های غیر ضروری را انجام می دهند. با این حال، برای تبدیل شدن به یک ثروتمند از طریق معامله، ضروری است که رویکردی منظم ایجاد کنید که بر موفقیت بلند مدت تمرکز کنه تا دستاوردهای کوتاه مدت. یکی از جنبه‌های کلیدی نظم و انضباط در رویکرد معاملاتی، داشتن یک برنامه معاملاتی واضح است. این طرح باید اهداف شما، میزان تحمل ریسک و استراتژی‌هایی را که برای دستیابی به آنها استفاده خواهید کرد، مشخص کند. با داشتن یک برنامه قوی، می توانید از تصمیم‌گیری‌های تکانشی که در دراز مدت منجر به ضرر می‌شود، اجتناب کنید. حتی زمانی که بازار غیرقابل پیش‌بینی به نظر می‌رسد، به برنامه خود پایبند باشید، زیرا این به شما کمک می‌کند تا روی اهداف بلندمدت خود متمرکز بمانید. یکی دیگر از جنبه‌های مهم نظم و انضباط در رویکرد معاملاتی، مدیریت مؤثر احساسات است. گرفتار شدن در بالا و پایین‌های بازار آسان است، اما معامله‌گران موفق می‌دانند چگونه احساسات خود را کنترل کنند. با حفظ آرامش و منطقی بودن، می‌توانید تصمیمات بهتری بگیرید و قربانی ترس یا طمع نشوید. به یاد داشته باشید که تجارت یک ماراتن است، نه یک دوی سرعت، و مهم است که حتی زمانی که بازار نوسان دارد صبور و منظم باشید. علاوه بر داشتن یک برنامه معاملاتی قوی و مدیریت احساسات خود، آموزش مداوم خود و به روز ماندن در روندهای بازار نیز مهم است. دنیای تجارت دائما در حال تحول است و معامله‌گران موفق همیشه در حال یادگیری و تطبیق استراتژی‌های خود برای جلوتر از منحنی هستند. با آگاه بودن و بهبود مستمر مهارت‌های خود، می‌توانید شانس موفقیت خود را افزایش دهید و از طریق تجارت به هدف خود که ثروتمند شدن است برسید. در پایان، اگر می‌خواهید در دنیای تجارت به موفقیت بلندمدت برسید، نظم و انضباط در رویکرد معاملاتی خود را حفظ کنید. با ایجاد یک برنامه معاملاتی قوی، مدیریت مؤثر احساسات و آموزش مداوم خود، می توانید شانس خود را برای کسب سود مداوم و رسیدن به هدف خود برای ثروتمند شدن از طریق تجارت افزایش دهید. به یاد داشته باشید که موفقیت در معاملات نیاز به زمان و تلاش دارد. اما با طرز فکر و رویکرد صحیح می توانید به اهداف مالی خود برسید و از طریق تجارت ثروت بسازید. درس گرفتن از اشتباهات و بهبود استراتژی ها. در دنیای تجارت، اشتباهات اجتناب ناپذیر هستند. با این حال، چیزی که معامله‌گران موفق را از بقیه متمایز می کند، توانایی آنها در درس گرفتن از این اشتباهات و بهبود استراتژی هایشون است. این زیرفصل به اهمیت تجزیه و تحلیل اشتباهات گذشته و استفاده از آنها به عنوان پله‌ای برای دستیابی به موقعیت ثروتمند از طریق تجارت می پردازد. یکی از درس‌های کلیدی که معامله‌گران مشتاق باید بیاموزند این است که روی اشتباهات خود تمرکز نکنند، بلکه باید از آنها درس بگیرند. معامله‌گران با تجزیه و تحلیل معاملات گذشته و درک اینکه کجا اشتباه پیش رفتند، می توانند الگوها و روندهایی را شناسایی کنند که می تواند به آنها کمک کند از اشتباهات مشابه در آینده جلوگیری کنند. این خود انعکاس در توسعه یک استراتژی تجاری موفق که میتواند به سود ثابت منجر شود، بسیار مهم است. یکی دیگر از جنبه‌های مهم یادگیری از اشتباهات، توانایی سازگاری و تکامل است. چشم‌انداز معاملات دائما در حال تغییر است و آنچه دیروز کار می‌کرد، ممکن است فردا کارساز نباشد.
معامله گران با پذیرفتن ایده ها و استراتژی های جدید می توانند جلوتر از منحنی باشند و شانس موفقیت خود را در بازار به حد اکثر برسانند. برای مبتدیانی که به دنبال ثروتمند شدن از طریق تجارت هستند، ضروری است که با پایه محکم از دانش و مهارت شروع کنند. استراتژی های معاملات روزانه برای مبتدیان می تواند به ایجاد اعتماد و تجربه در بازار کمک کند، در حالی که معاملات گزینه ها برای بازدهی بالا می تواند فرصتی برای سودهای قابل توجه با ریسک نسبتاً کم فراهم کند. در نهایت، تکنیک های معاملاتی نوسانی رویکرد محافظه‌کارانه تری را برای معاملات ارائه می دهند که بر کسب سودهای کوچکتر در یک دوره زمانی طولانی تر تمرکز دارد. با ترکیب این استراتژی های مختلف و یادگیری از اشتباهات گذشته، معاملگران می توانند رویکردی جامع برای معامله ایجاد کنند که می تواند به سود ثابت و در نهایت موقعیت ثروتمند منجر شود. فصل 7، تکنیک های معاملاتی پیشرفته. تنوع بخشیدن به سبد معاملاتی. وقتی نوبت به دستیابی به موقعیت ثروتمند از طریق تجارت می رسد، تنوع بسیار مهم است. برای به حداقل رساندن ریسک و به حداکثر رساندن بازدهی بالقوه، مهم است که سرمایه گذاری های خود را در طبقات مختلف دارایی توزیع کنید. تنوع بخشیدن به سبد معاملاتی به این معناست که تمام تخم مرغ‌های خود را در یک سبد قرار ندهید. با سرمایه گذاری در انواع سهام، اوراق قرضه، گزینه ها و سایر ابزارهای مالی می توانید از خود در برابر نوسانات بازار محافظت کنید و شانس موفقیت خود را افزایش دهید. برای کسانی که نمی دانند چگونه می توانند از طریق تجارت ثروتمند شوند، تنوع سازی یک استراتژی حیاتی برای اتخاذ است. با گسترش سرمایه گذاری های خود در بخش ها و صنایع مختلف، می توانید تأثیر هر شرکت یا بازاری را بر مجموعه کلی خود کاهش دهید. این می تواند به شما کمک کند تا رکود اقتصادی را پشت سر بذارید و از فرصت های رشد در بخش های مختلف استفاده کنید. تنوع همچنین می تواند به شما در دستیابی به سبد سهام متعادل و پایدار کمک کند که برای موفقیت بلند مدت در معاملات ضروری است. استراتژی های معاملاتی روزانه برای مبتدیان اغلب بر معاملات پرخطر و سریع تمرکز می کنند که می توانند سودهای سریع به همراه داشته باشند. در حالی که این استراتژی ها می توانند سودآور باشند، اما می توانند پرخطر نیز باشند. تنوع بخشیدن به سبد معاملاتی شما می تواند به کاهش بخشی از این ریسک با توزیع سرمایه گذاری های خود در دارایی های مختلف کمک کند. با ترکیبی از معاملات روزانه، معاملات نوسانی و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت، می‌توانید پورتفوی جامع‌تری ایجاد کنید که برای کنترل نوسانات بازار مجهزتر باشد. معامله گزینه برای بازدهی بالا یکی دیگر از استراتژی‌های محبوب برای ثروتمندی مشتاق است. گزینه‌ها می‌توانند ابزار قدرتمندی برای ایجاد درآمد و محافظت در برابر ریسک باشند، اما می توانند بسیار ناپایدار باشند. تنوع بخشیدن به سبد معاملاتی خود با ترکیبی از گزینه ها، سهام و سایر دارایی ها می تواند به شما در مدیریت این نوسانات و افزایش شانس موفقیت کمک کند. با گنجاندن معاملات گزینه ها در یک سبد متنوع، می توانید از بازده بالا و در عین حال به حداقل رساندن زیان های احتمالی بهره ببرید. تکنیک های معاملاتی نوسانی برای سود ثابت نیز می توانند از یک سبد معاملاتی متنوع سود ببرند. با ترکیب معاملات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت می توانید جریان درآمد پایدارتری ایجاد کنید. تنوع بخشیدن به سبد معاملاتی خود با استراتژی های معاملاتی نوسانی می تواند به شما کمک کند در طول زمان به سود ثابتی برسید و در عین حال تأثیر نوسانات بازار را به حداقل می رساند. با تنوع بخشیدن به سبد معاملاتی خود با ترکیبی از استراتژی ها و دارایی های مختلف می توانید شانس خود را برای ثروتمند شدن از طریق تجارت افزایش دهید. استفاده از فناوری برای موفقیت در تجارت. در دنیای تجارت پر سرعت امروز، استفاده از فناوری برای دستیابی به موفقیت بسیار مهم است.
با پیشرفت در پلتفرم‌های معاملاتی، الگوریتم‌ها و ابزارهای تجزیه و تحلیل داده‌ها، معامله‌گران منابع بیشتری نسبت به قبل در اختیار دارند. با استفاده مؤثر از فناوری، معامله‌گران می‌توانند مزیت رقابتی به دست آورند و شانس خود را برای ثروتمند شدن از طریق تجارت افزایش دهند. برای کسانی که نمی‌دانند آیا می‌توانند با تجارت ثروتمند شوند، پاسخ مثبت است. اما این نیاز به فداکاری، نظم و انضباط و استراتژی‌های درست دارد. استفاده از فناوری می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا فرایندهای خود را ساده‌تر کنند، تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند و معاملات را به طور مؤثرتری اجرا کنند. معامله‌گران با استفاده از ابزارهایی مانند نرم‌افزار نمودار، خوراک داده‌های بازار در زمان واقعی و سیستم‌های معاملاتی الگوریتمی می‌توانند شانس موفقیت خود را در بازار افزایش دهند. برای مبتدیانی که به دنبال فرو بردن انگشتان پا در معاملات روزانه هستند، استفاده از فناوری برای پیمایش ماهیت سریع معاملات روزانه ضروری است. با ابزارهای مناسب مانند اسکنرهای لحظه سهام، داده‌های سطح دوم بازار و پلتفرم‌های اجرای معاملات، مبتدیان می‌توانند فرصت‌های معاملاتی را به سرعت شناسایی کرده و معاملات را با دقت انجام دهند. با استفاده از تکنولوژی، معامله‌گران روزانه می‌توانند جلوتر از منحنی باشند و از حرکات کوتاه مدت بازار برای کسب سود بالقوه سرمایه گذاری کنند. معاملات گزینه‌ها راه دیگری برای معامله گرانی است که به دنبال دستیابی به بازده بالا هستند. اما نیاز به درک عمیق از بازار و استراتژی‌های پیشرفته دارد. استفاده از فناوری می‌تواند به معامله گران گزینه کمک کند تا روندهای بازار را تجزیه و تحلیل کنند، سناریوهای ریسک پاداش را ارزیابی کنند و استراتژی‌های پیچیده گزینه‌ها را به راحتی اجرا کنند. با استفاده از پلتفرم‌های معاملاتی گزینه‌ها و ابزارهای تحلیلی پیشرفته، معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی گزینه‌های خود را برای حداکثر سودآوری بهینه کنند. برای کسانی که به معاملات نوسانی علاقه دارند، استفاده از فناوری می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا روندها، الگوها و نقاط ورود و خروج احتمالی برای معاملات را شناسایی کنند. با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال، نرم‌افزار ترسیم نمودار و سیستم‌های معاملاتی الگوریتمی، معامله‌گران نوسانی می‌توانند تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند و معاملات را با دقت انجام دهند. با استفاده مؤثر از فناوری، معامله‌گران نوسانی می‌توانند رویکردی سیستماتیک برای تجارت ایجاد کنند که می‌تواند در طول زمان به سود ثابتی منجر شود. شبکه سازی با معامله گران دیگر برای بینش. شبکه سازی با معامله گران دیگر می تواند ابزار ارزشمندی در سفر شما برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق باشد. با برقراری ارتباط با سایر افرادی که اشتیاق شما به تجارت را دارند، می توانید بینش ها و دیدگاه های ارزشمندی به دست آورید که می تواند به شما در بهبود استراتژی های معاملاتی خود کمک کند. چه به تازگی شروع به کار کرده باشید و چه سال هاست که تجارت کرده اید، شبکه سازی با سایر معامله گران می تواند ایده ها و رویکردهای جدیدی را در اختیار شما قرار دهد که می تواند به شما در دستیابی به اهداف مالی خود کمک کند. یکی از مزایای کلیدی شبکه سازی با سایر معامله گران فرصت یادگیری از تجربیات آنها است. با برقراری ارتباط با معامله گرانی که در بازار موفق بودند، می توانید بینش های ارزشمندی در مورد استراتژی ها و تکنیک هایی که برای آنها مفید بوده است به دست آورید. علاوه بر این، شبکه سازی با سایر معامله گران می تواند به شما کمک کنه تا از روندها و تحولات بازار آگاه باشید و به شما امکان می دهد تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری بگیرید. شبکه سازی با سایر معامله گران همچنین میتونه به شما کمک کنه تا یک سیستم پشتیبانی از افراد همفکر ایجاد کنید که میتونند شما را تشویق و انگیزه کنند. تجارت میتواند یک تلاش چالش برانگیز و گاهی اوقات تنهایی باشد. بنابراین داشتن شبکه ای از معامله گران همکار که برای مشاوره و پشتیبانی به آنها مراجعه کنید میتواند بسیار ارزشمند باشد.
با محاصره کردن خود با معامله گران دیگری که اهداف و آرزوهای شما را به اشتراک می‌گذارند، می‌توانید انگیزه و تمرکز خود را برای دستیابی به موفقیت در بازار حفظ کنید. علاوه بر ارائه بینش‌ها و پشتیبانی ارزشمند به شما، شبکه سازی با سایر معامله گران همچنین می‌تواند فرصت‌های جدیدی را برای همکاری و مشارکت باز کند. با برقراری ارتباط با معاملگران دیگری که مهارت‌ها و تخصص‌های مکمل دارند، می‌توانید شراکت‌هایی ایجاد کنید که به شما کمک می‌کند از فرصت‌های تجاری جدید سرمایه گذاری کنید و بازده خود را به حداکثر برسانید. همکاری با معاملگران دیگر نیز می‌تواند به شما کمک کند دانش و مهارت‌های خود را گسترش دهید و به شما این امکان را می‌دهد که به یک معاملگر جامع‌تر و موفق‌تر تبدیل شوید. به طور کلی، شبکه سازی با سایر معامله گران میتواند ابزار قدرتمندی برای هر کسی باشد که به دنبال موفقیت در بازار است. با برقراری ارتباط با سایر افرادی که اشتیاق شما به تجارت را به اشتراک میگذارند، میتوانید بینش، پشتیبانی و فرصتهای ارزشمندی را به دست آورید که میتواند به شما در رسیدن به اهداف مالی خود کمک کند. چه تازه شروع به کار کرده باشید و چه سال هاست که تجارت کرده اید، شبکه سازی با معاملگران دیگر می تواند منابع و ارتباطاتی را که برای موفقیت در بازار نیاز دارید در اختیار شما قرار دهد. فصل 8، قرار دادن همه چیز با هم. ایجاد یک برنامه تجاری بلند مدت. ایجاد یک برنامه معاملاتی بلند مدت برای هر کسی که به دنبال ثروتمند شدن از طریق تجارت است، ضروری است. مهم است که یک نقشه راه روشن از اهداف، استراتژی‌ها و تکنیک‌های مدیریت ریسک خود داشته باشید تا بتونید با موفقیت در دنیای پرنوسان تجارت حرکت کنید. در این فصل فرعی، ما به اجزای کلیدی یک برنامه معاملاتی بلند مدت و اینکه چگونه می‌توانید آن را متناسب با سبک و اهداف تجاری شخصی خود تنظیم کنید، خواهیم پرداخت. یکی از اولین گام‌ها در ایجاد یک برنامه معاملاتی بلندمدت تعیین اهداف مالی است. آیا می‌خواهید از طریق تجارت ثروتمند شوید؟ یا به دنبال بازدهی متوسط تر در مدت زمان طولانی تر هستید؟ مهم است که درک روشنی از اهداف خود داشته باشید تا بتونید برنامه معاملاتی خود را مطابق با آن تنظیم کنید. این به شما کمک می‌کند در تصمیمات تجاری خود متمرکز و منظم بمانید. در مرحله بعد، باید استراتژی‌های معاملاتی خود را تعریف کنید. آیا به معاملات روزانه، معاملات آپشن یا معاملات نوسانی علاقه دارید؟ هر یک از این سوله‌ها به مهارت‌ها و تکنیک‌های متفاوتی نیاز دارند، بنابراین مهم است که یکی را انتخاب کنید که با نقاط قوت و ترجیحات شما هماهنگ باشد. برای مبتدیان توصیه می شود با استراتژی‌های معاملاتی روزانه شروع کنند، زیرا در دسترس تر و درک آنها آسان‌تر است. همانطور که تجربه و اعتماد بیشتری به دست می آورید، می توانید معاملات گزینه‌ها را برای بازدهی بالاتر یا معاملات نوسانی برای سودهای ثابت بررسی کنید. مدیریت ریسک یکی دیگر از اجزای حیاتی یک برنامه تجاری بلند مدت است. تعیین قوانین سختگیرانه برای اینکه چه میزان از سرمایه تجاری خود را می‌خواهید در هر معامله ریسک کنید و همچنین دستورات توقف ضرر برای محافظت از سرمایه‌گذاری‌های خود بسیار مهم است. با اجرای این تکنیک‌های مدیریت ریسک می‌توانید زیان را به حداقل برسانید و در دراز مدت سود را به حداکثر برسانید. به یاد داشته باشید تجارت یک ماراتن است نه یک سرعت. بنابراین مهم است که حفظ سرمایه و مدیریت ریسک را در برنامه معاملاتی خود اولویت بندی کنید. در نهایت، مهم است که به طور منظم برنامه معاملاتی بلندمدت خود را در صورت نیاز بررسی و تنظیم کنید. بازار به طور مداوم در حال تغییر است. بنابراین مهم است که استراتژی‌ها و تکنیک‌های خود را مطابق با آن تطبیق دهید. با اطلاع و انعطاف پذیری میتونید شانس موفقیت خود را افزایش دهید و از طریق تجارت به هدف خود یعنی ثروتمند شدن برسید. به یاد داشته باشید تجارت یک سفر است نه یک مقصد. بنابراین صبور، منظم و متمرکز بر اهداف بلندمدت خود باشید.
با داشتن یک برنامه معاملاتی کاملا تعریف شده، می توانید با اطمینان بالا و پایین های بازار را طی کنید و به رویاهای مالی خود برسید. نظارت بر پیشرفت شما و تنظیم استراتژی ها. دستیابی به موقعیت ثروتمند از طریق معامله هدفی است که بسیاری آرزوی آن را دارند، اما نیاز به فداکاری، انضباط و تمایل به نظارت مداوم بر پیشرفت خود و تنظیم استراتژی های خود در صورت نیاز دارد. در این فصل به اهمیت پیگیری عملکرد شما و ایجاد تغییرات لازم برای ماندن در مسیر موفقیت می‌پردازیم. یکی از جنبه‌های کلیدی تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق، توانایی ارزیابی عینی عملکرد شما است. این به معنای پیگیری بردها و باخت‌های خود، تجزیه و تحلیل الگوهای معاملاتی و شناسایی مناطقی است که می‌توانید در آنها پیشرفت کنید. با نظارت منظم بر پیشرفت خود، می توانید روندها، نقاط قوت و ضعف را در استراتژی معاملاتی خود شناسایی کنید و تصمیمات آگاهانه‌ای در مورد نحوه تنظیم رویکرد خود بگیرید. برای مبتدیانی که به دنبال ثروتمند شدن از طریق تجارت هستند، مهم است که با یک پایه محکم در استراتژی‌های معاملاتی روزانه شروع کنند. معاملات روزانه شامل خرید و فروش اوراق بهادار در همان روز معاملاتی است که اغلب از تغییرات قیمت کوچک برای ایجاد سود استفاده می کند. با یادگیری و اجرای تکنیک های معاملاتی ثابت روز، مبتدیان می توانند اعتماد به نفس و سطح مهارت خود را افزایش دهند و خود را برای موفقیت در دنیای پرشتاب معاملات آماده کنند. معاملات گزینه ها راه دیگری است که میتونه بازدهی بالایی را برای کسانی که به دنبال کسب موقعیت ثروتمند هستند ارائه دهد. گزینه ها به معامله گران این حق را میدهند که در یک بازه زمانی مشخص دارایی را با قیمتی مشخص بخرند یا بفروشند و فرصت هایی را برای مدیریت ریسک و اهرم فراهم میکنند. معامله گران با تسلط بر پیچیدگی های معاملات گزینه ها و توسعه یک استراتژی مدیریت ریسک قوی می توانند شانس موفقیت خود را افزایش دهند و به طور بالقوه به هدف خود برای ثروتمند شدن دست یابند. برای کسانی که رویکرد محافظه کارانه تری را برای معامله ترجیح می دهند، تکنیک های معاملاتی نوسانی راهی برای ایجاد سود ثابت در طول زمان ارائه می دهند. معامله‌گران نوسانی برای روزها یا هفته‌ها موقعیت‌های خود را حفظ می‌کنند و از تغییرات کوتاه‌مدت تا میان‌مدت قیمت در بازار استفاده می‌کنند. با ترکیب تحلیل تکنیکال با اصول صحیح مدیریت ریسک، معامله‌گران نوسان می‌توانند یک استراتژی معاملاتی پایدار ایجاد کنند که به آنها اجازه می‌دهد ثروت خود را به طور پیوسته افزایش دهند و در جهت هدف خود برای ثروتمند شدن تلاش کنند. در نتیجه، دستیابی به موقعیت ثروتمند از طریق معامله برای کسانی که مایلند زمان و تلاش خود را صرف نظارت بر پیشرفت خود و تنظیم استراتژی‌های خود در صورت لزوم کنند، در دسترس است. معامله گران می‌توانند با ردیابی عملکرد، یادگیری و اجرای تکنیک‌های معاملات روزانه، معاملات اختیاری یا معاملات نوسانی و منظم ماندن در مواجهه با نوسانات بازار شانس موفقیت خود را افزایش دهند و در جهت دستیابی به اهداف مالی خود تلاش کنند. به یاد داشته باشید، ثروتمند شدن از طریق تجارت سفری است که به صبر، پشتکار و تعهد به بهبود مستمر نیاز دارد. بزرگداشت نقاط عطف و موفقیت ها. جشن گرفتن نقاط عطف و موفقیت بخشی جدایی ناپذیر از سفر به سمت تبدیل شدن به یک معامله گر موفق است. در دنیای تجارت، جایی که بازارها می توانند غیر قابل پیش بینی و نوسان باشند، دستیابی به نقاط عطف و موفقیت می تواند انگیزه و اعتماد به نفس مورد نیاز معامله گران را برای ادامه مسیر خود به سمت موفقیت مالی فراهم کند. برای کسانی که نمی‌دانند آیا می‌توانند با تجارت ثروتمند شوند، پاسخ کاملاً مثبت است. با استراتژی‌های مناسب، فداکاری و پشتکار، هر کسی می‌تواند از طریق تجارت به موفقیت مالی دست یابد. معامله گران می‌توانند با تعیین اهداف روشن، توسعه یک برنامه معاملاتی مستحکم و منضبط در رویکرد خود، در جهت دستیابی به اهداف مالی خود و جشن گرفتن نقاط عطف در مسیر تلاش کنند.
استراتژی‌های معاملاتی روزانه برای مبتدیان یک راه عالی برای شروع به دست آوردن ثروت از طریق تجارت است. معامله گران روزانه با تمرکز بر معاملات کوتاه مدت و بهره‌گیری از نوسانات بازار می‌توانند از حرکت‌های کوچک قیمت در طول روز سود ببرند. با ابزارها و دانش مناسب، مبتدیان می توانند یاد بگیرند که چگونه به طور مؤثر ریسک را مدیریت کرده و سود خود را به حد اکثر برسانند که منجر به موفقیت مداوم در دنیای تجارت روز می شود. معامله گزینه برای بازدهی بالا راه دیگری برای معامله گرانی است که به دنبال موفقیت مالی هستند. با استفاده از قراردادهای اختیار معامله، معامله‌گران می توانند سرمایه‌گذاری‌های خود را افزایش دهند و به طور بالقوه بازده بالایی در مدت زمان کوتاهی کسب کنند. با دانش و تجربه مناسب، معامله‌گران گزینه‌ها می توانند نقاط عطفی مانند کسب بازدهی بالا در سرمایه‌گذاری خود و دستیابی به استقلال مالی از طریق معامله را جشن بگیرند. تکنیک های معاملاتی نوسانی برای کسب سود ثابت، رویکرد آرامتری را به معاملگران ارائه می دهد و در این حال فرصت هایی را برای موفقیت مالی فراهم می کند. معاملگران نوسان با نگه داشتن معاملات برای روزها یا هفته ها در یک زمان می توانند از روندها و الگوهای بازار برای کسب سود ثابت در طول زمان استفاده کنند. با جشن گرفتن نقاط عطف مانند رسیدن به اهداف سود و دستیابی به ثبات مالی، معامله‌گران نوسان می توانند انگیزه داشته باشند و بر سفر خود برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق متمرکز شوند. فصل نهم، نتیجه گیری. تأمل در سفر تجاری خود. همانطور که سفر خود را برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق آغاز می کنید، ضروری است که زمانی را برای تأمل در مورد پیشرفت خود و یادگیری از تجربیات خود اختصاص دهید. تجارت یک تلاش چالش برانگیز و پویاست که نیازمند فداکاری، انضباط و تمایل به یادگیری و سازگاری مداوم است. با تأمل در سفر تجاری خود، می توانید بینش ارزشمندی در مورد نقاط قوت و ضعف خود به دست آورید، زمینه‌های بهبود را شناسایی کنید و اهداف روشنی برای آینده تعیین کنید. یکی از مهمترین جنبه‌های بازتاب در سفر تجاری خود، ارزیابی استراتژی‌ها و تکنیک‌های معاملاتی است. آیا از مؤثرترین استراتژی‌های معاملاتی روزانه برای مبتدیان، معاملات گزینه‌ها برای بازدهی بالا یا تکنیک‌های معاملاتی نوسانی برای سود ثابت استفاده می‌کنید؟ برای ارزیابی عملکرد معاملات خود، تجزیه و تحلیل فرایند تصمیم‌گیری و شناسایی الگوها یا روندهایی که ممکن است بر موفقیت شما تأثیر بگذارند، وقت بگذارید. علاوه بر ارزیابی استراتژی‌های معاملاتی خود، انعکاس در سفر تجاری شما شامل بررسی ذهنیت و واکنش‌های احساسی شما به معامله می‌شود. آیا می توانید یک رویکرد منضبط در معاملات را حفظ کنید یا متوجه می شید که تحت تأثیر احساساتی مانند ترس یا طمع هستید؟ ایجاد یک ذهنیت قوی و انعطاف پذیری عاطفی برای موفقیت در تجارت بسیار مهم است، زیرا به شما امکان می دهد تصمیمات منطقی را بر اساس تجزیه و تحلیل و منطق بگیرید تا انگیزه یا احساسات. انعکاس در سفر تجاری خود شامل تعیین اهداف و ایجاد برنامه‌ای برای دستیابی به آنها نیز می شود. اهداف مالی بلند مدت شما چیست و تجارت چگونه می تواند به شما در رسیدن به آنها کمک کند؟ با تعیین اهداف واضح و قابل دستیابی و ایجاد یک برنامه دقیق برای دستیابی به آنها، می توانید حتی در زمانهای چالش برانگیز بر روی سفر تجاری خود با انگیزه و متمرکز بمانید. در پایان، انعکاس در سفر تجاری خود بخش مهمی از تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق است. با ارزیابی استراتژی‌های معاملاتی، طرز فکر و اهداف خود، می توانید بینش‌های ارزشمندی در مورد پیشرفت و زمینه‌های بهبود خود به دست آورید. به یاد داشته باشید که تجارت یک سفر است، نه یک مقصد، و با یادگیری و تکامل مستمر به عنوان یک معامله‌گر می توانید شانس خود را برای دستیابی به موفقیت مالی و رسیدن به هدف خود برای ثروتمند شدن از طریق تجارت افزایش دهید. تعیین اهداف جدید و ادامه رشد به عنوان یک معامله‌گر
به عنوان یک معامله گر که به دنبال ثروتمند شدن از طریق تجارت است، مهم است که دائما اهداف جدیدی تعیین کنید و به رشد مهارت‌ها و دانش خود در بازارها ادامه دهید. یکی از عوامل کلیدی در دستیابی به موفقیت به عنوان یک معامله گر این است که همیشه در حال یادگیری و تکامل استراتژی‌های خود برای انطباق با شرایط متغیر بازار باشید. با تعیین اهداف جدید برای خود، می توانید با انگیزه و بر روی اهداف بلندمدت خود متمرکز شوید. برای کسانی که نمی دونند چگونه می توانند از طریق تجارت ثروتمند شوند، مهم است که بدونند این فرایند یک شبه نیست. این نیاز به فداکاری، نظم و انضباط و تمایل به درس گرفتن از اشتباهات خود دارد. با تعیین اهداف مشخص و قابل دستیابی برای خود، می توانید یک نقشه راه برای موفقیت ایجاد کنید و پیشرفت خود را در این مسیر دنبال کنید. خواه هدف شما دستیابی به سود ثابت از طریق تکنیک‌های معاملاتی نوسانی باشد یا بازدهی بالا از طریق معاملات گزینه‌ها، داشتن یک برنامه مشخص ضروری است. استراتژی‌های معاملاتی روزانه برای مبتدیان می‌تواند راهی عالی برای شروع مهارت‌ها و تجربه معاملاتی خود در بازار باشد. با تمرکز بر حرکات کوتاه مدت قیمت و استفاده از نوسانات درون روز، معاملات روزانه می تواند یک سبک معاملاتی سودآور برای کسانی باشد که طرز فکر و استراتژی مناسبی دارند. با این حال، برای مبتدیان مهم است که از کوچک شروع کنند و به تدریج اندازه موقعیت خود را افزایش دهند، زیرا تجربه و اعتماد بیشتری در توانایی‌های معاملاتی خود کسب می کنند. معامله اختیاری برای بازدهی بالا یکی دیگر از استراتژی‌های محبوب برای معامله گرانی است که به دنبال به حداکثر رساندن سود خود در بازار هستند. با استفاده از قراردادهای اختیار معامله برای گمانه‌زنی در جهت یک سهام یا شاخص، معامله گران می توانند از سرمایه خود استفاده کنند و به طور بالقوه بازده بالایی در مدت زمان کوتاهی کسب کنند. با این حال، معاملات گزینه‌ها نیز می‌تواند پیچیده و مخاطره آمیز باشد. بنابراین برای معامله گران مهم است که قبل از قواسی خود را در مورد زیر و بم معاملات گزینه‌ها آموزش دهند. در پایان، تعیین اهداف جدید و ادامه رشد به عنوان یک معامله گر برای هر کسی که به دنبال ثروتمند شدن از طریق تجارت است، ضروری است. با تمرکز، نظم و انضباط و یادگیری مداوم از تجربیات خود، می توانید شانس موفقیت خود را در بازار افزایش دهید. چه مبتدی باشید که به دنبال یادگیری استراتژی‌های معاملاتی روزانه هستید و چه یک معامله گر با تجربه که به دنبال به حداکثر رساندن سود خود از طریق معاملات آپشن است. داشتن یک برنامه مشخص و تمایل به انطباق با شرایط متغیر بازار کلید دستیابی به اهداف شما است. آخرین افکار در مورد ثروتمند شدن از طریق تجارت. در خاتمه، ثروتمند شدن از طریق تجارت قطعاً با استراتژی‌ها و طرز فکر صحیح قابل دستیابی است. مهم است که با نظم و انضباط، صبر و تمایل به یادگیری و تطبیق مستمر به معامله نزدیک شوید. در حالی که هیچ تضمینی برای موفقیت در معاملات وجود ندارد، کسانی که متعهد هستند و مایل به تلاش هستند، شانس خوبی برای رسیدن به اهداف مالی خود دارند. برای کسانی که نمی‌دانند آیا می‌توانند با تجارت ثروتمند شوند، پاسخ مثبت است. اما این نیاز به فداکاری، آموزش و تمایل به ریسک دارد. استراتژی‌های معاملاتی روزانه برای مبتدیان می‌تواند یک راه عالی برای شروع ثروت باشد. اما مهم است که به یاد داشته باشید که موفقیت یک شبه اتفاق نمی‌افتد. توسعه مهارت‌ها و دانش مورد نیاز برای موفقیت در دنیای پرشتاب معاملات روزانه زمان می‌برد. خرید و فروش گزینه‌ها برای بازدهی بالا می‌تواند راهی سودآور برای رشد ثروت شما باشد. اما با سطح ریسک بالاتری نیز همراه است. مهم است که قبل از قواسی در بازار گزینه‌ها به طور کامل تحقیق کنید و درک کنید. با دانش و استراتژی مناسب، معاملات گزینه می‌تواند ابزار قدرتمندی برای ایجاد بازده بالا و رسیدن به موقعیت ثروتمند باشد.
تکنیک‌های معاملاتی نوسانی برای سود ثابت می‌تواند رویکرد محافظه‌کارانه‌تری برای معامله باشد که بر روی گرفتن حرکات کوتاه‌مدت قیمت تمرکز دارد. در حالی که معاملات نوسانی ممکن است بازده بالایی مانند معاملات روزانه یا معاملات اختیاری نداشته باشد، می‌تواند جریان درآمد پایدارتری را در طول زمان ایجاد کند. با تسلط بر تکنیک‌های معاملاتی نوسانی و رعایت انضباط در رویکرد خود، می‌توانید به تدریج ثروت خود را بسازید و برای ثروتمند شدن از طریق تجارت تلاش کنید. به طور خلاصه، ثروتمند شدن از طریق تجارت برای کسانی که مایل به صرف زمان، تلاش و فداکاری مورد نیاز هستند، امکان پذیر است. با یادگیری از تجربیات معامله‌گران موفق، توسعه یک برنامه معاملاتی قوی و منظم ماندن در رویکرد خود، می توانید در جهت دستیابی به اهداف مالی خود و تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق تلاش کنید. به یاد داشته باشید که تجارت یک سفر است، نه یک مقصد، و موفقیت نصیب کسانی می شود که مایل به انجام کار هستند. ممنون که این کتاب را تا آخر خواندید.